تو این ویدیو میخوایم به این بپردازیم که چجوری میتونیم محیط کاریمون توی ونتج رو بهینه تر بکنیم سلام بچه هم. امیدوارم حالتون خوب باشه من ارشیام از تایم روم تو ادامه آموزش جلساتی که برای ونتیج بنده تدارک دیدم میخوام به این موضوع بپردازیم که توی محیط کاری ونتیج چجوری میتونیم تنظیمات رندر رو بهینه تر بکنیم یعنی مثلا تعداد نورهایی که توی صحنه میان و باستاب میشن اون پرتوهای نوری که وارد صحنه میشن می رو چجوری کنترل بکنیم قبلا با مفهوم جی آی توی آموزش های ویری آشنا شدیم حالا میخوایم ببینیم توی محیط ونتیج چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده تا بتونیم صحنمون رو دقیق دقیق تر کنترل بکنیم اگه سیستممون کشش نداره برای اینکه رندر قوی بگیره ما چجوری میتونیم با تنظیمات جی آی و تنظیماتی که برای رندر تعریف شده صحنمون رو بهینه تر بکنیم چه مقدار مثلا نویز توی صحنه داشته باشیم چه مقداری از نویز اصلا لازمه چجوری صحنهمون رو دی نویز بکنیم همه اینا نکاتیه که مربوط به های رندرینگ میشه اینکه کلا نورهایی که توی صحنه ما میان چند بار مثلا توی محیط ما باستاپ پیدا بکنن اینا نکاتیه که توی این جلسه به صورت دقیق‌تر بهش می‌پردازیم اما قبل از اینکه وارد آموزش بشیم میخوام از اسپانسرمون یعنی شرکت طراحی و ساخت بهفر تشکر بکنم که با حمایتشون از ما کمک میکنن که ما بتونیم به تولید محتوای تخصصی ادامه بدیم بریم با هم وارد نرم افزار بشیم تا ببینیم چه جزئیاتی هست که میتونیم باهاش صحنهمون رو بهتر مدیریت بکنیم بچا میخوایم وارد نرم افزار بشیم توی دو تا ویدیو قبلی و دو تا جلسه ای که با هم داشتیم دو تا تب اولو با هم کار کردیم بچه ها. تبی که مربوط به کمره میشد و تبی که مربوط به اصلاح نور رنگمون بود امروز میخوایم با تب سوم آشنا بشیم بچه ها. البته تو این تب سوم ما دوباره دو تا بخش بیسیک و ادوانس رو داریم من بخش بیسیک و خدمتون میگم بخش ادوانسش رو یک سری از پارامترهاشو خودم بلدم یک سری از پارامترهاش بلد نیستم تو اتفاقا نسخه جدید ونتج اضافه شده و اگه بلدم نباشید مشکل به وجود نمیاد یعنی خود من تا حالا نیازی بهش پیدا نکرده بودم قطعا بهتون کمک میکنه تا بتونید بهتر نرم افزار رو کنترل بکنید ولی تو نسخه جدید اضافه شده و خب منم تا حالا نیازی بهش پیدا نکردم و همون تنظیمات بیسیک رندر کفایت میکنه حالا توی آینده اگه خودم یاد گرفتم توی جلسات بعدی بهتون میگم ولی تا الان نیازم نبوده اصلا کلا این پنجره سوم میخواد راجع به چی صحبت بکنه بچه ها پنجره سوم تنظیمات رندر ما باز اینجا بعد شما تنظیمات رندر داریم برای محیطی که توش هستیم و این سری تنظیمات رندر هست که میتونیم توی مرحله نهایی موقع رندر گرفتن تنظیمش بکنیم که من اونجا بهتون میگم گفتم بعد شما هر وقت مثلا با خود شما صحبت میکنم اینجا رندر رو پاز میکنم اینجا میتونم پلی بکنم تا ببینی توی پنجره سوم بعد شد تو بخش بیسیکش ما چه تنظیماتی داریم اولین پارامتر که من معمولا با همین پارامتر کار میکنم و فقط همین کفایت میکنه برای خیلی از رندرایی که ما میگیریم نویستر شولده این به ما چی رو میگه؟ به طور پیشوت رو عدد یک صدامه و همین عدد خوبه بچه ها یعنی شما لازم نیست توی اکثر پروژه های معماری اصلا این عدد رو تغییرش بدید عدد عدد مناسبیه روی یک وقتی هست یعنی میگه آقا دقت نویز چقدر باشه وقتی روی یک یعنی ماکزیموم نویزی که میتونه به وجود بیاد روی عدد یک خب هرچی این عدد کوچکتر بشه دقت کار ما بالاتر میره یعنی مثلا من اینو الان بکنم یک تایم رندر من خیلی بیشتر میشه چون باید نویز ها کاهش پیدا بکنن در اصل در از این مقدار نویزیه که ما میتونیم داشته باشیم هر عدد بالاتر بره رندر من انگار وقتی به یک دهم برسه بی -کیفیت تر میشه مقدار نویز توش افزایش پیدا میکنه همون عدد یک سدوم خیلی مناسبه عوضش نکنید همین خوبه لایتنینگ چیکار میکنه بچه ما اینجا دو تا تب داریم یعنی دو تا بخش داریم جی آی جی آی قبلا تو آموزش های ویره بچه باش آشنا شدیم جی آی میشه چی؟ میگه میشه تعداد باستاب های نور و پرتوهای نور توی محیط ما هر چقدر اگه جی آی رو من کلا بردارم باید چنا کنید کلا چرا از صحنه من بیروح میشه چرا این اتفاق میافته؟ وقتی جی آی نداریم یه نور میاد میتابه یه جایی رو روشن میکنه یه جایی هم سایه ایجاد میکنه و تمام یعنی دیگه نور توی محیط شما با ساب پیدا نمیکنه برای همینه که من وقتی جی آی رو خاموش میکنم کلا بخش بالای کار تاریک میشه چرا چون هیچ نوری به طور مستقیم به سقف کار من نمیتابه همه نورایی که من الان تو صحنه دارم به سمت پایینن دیگه این نورا رو ببینید این نورایی که ما تو صحنه داریم همشون جهتشون رو به پایین برای همینه که وقتی من جیای خاموش میکنم کلا بالای کارم تاریک میشه حالا این جیای یه پارامتری دیگه هم داره میگه تعداد بونس هاشو میتونی تعیین بکنی این بونس چیکار میکنه بچه ها تعداد بازتاب های نوره فرض کنی یه پرتو نوری داره تابیده میشه شما اینجا تعیین میکنی که این پرتو نور چند بار بازتاب پیدا بکنه توی طبیعت این مقدار بی نهایت بچه ها. یک نور وقتی توی محیط وارد میشه این بی نهایت بار باسا پیدا میکنه تا وقتی که انرژیش کاهش پیدا بکنه و دیگه به چشم نیاد اما بی نهایت بار این داره اتفاق میفته خب ما توی نرم افزار که نمیتونیم عدد خیلی بالا رو تعیین بکنیم چه بسا بعد از یه تعداد باسا دیگه اصلا نیازی هم بهش نداشته باشیم شدت اون قوت اون نور کم میشه ولی شما میتونید تعیین بکنید هر چی عدد بالاتر بره بعد چابه روی یک میذارم هی کار بی‌کیفیت‌تر میشه روی یک وقتی بذارم تعداد نورهایی که به اون کنج صفحه میرسن کمه و نگاه کنید بچه ها اون جاهایی که سایه هست تو همین پریویو قبل اینکه ما رندر بگیریم چقدر داره بد نمایش داده میشه ببین کم کم داره میگم وقتی شما تو همین محیط پریویو هم هستید هی داره رندرتون کیفیت بهتری پیدا میکنه دیگه ببین من رو به سخت میرم ببینید گوشهای کار چقدر نویز زیاده چند ثانیه اگه وایسن نویز کم میشه ها خب چون همین الان سیستم در حال رندر گرفتنه اما چون تعداد بانزهای جی های کمه این اتفاق میفته جاهایی که مخصوصا نور نمیرسه جاهایی که مثلا فرض کن یک کتابی دارید لای این کتاب قراره یه سایه بیفته وقتی تعداد بونس ها کمه اون سایه ها خیلی مشکی به نظر میان یعنی دیگه ما توشون تیف نداریم همین الان نگاه کنید گوشه های کار چقدر بد شده چون نور بهش نمیرسه تعداد بونس ها کمه جاهایی که بل تاریک تر هم هستن بدتر نمایش داده میشن چون به جای اینکه سیاهی ها و سایه های تیفی داشته باشن از تیرگی تا روشنی یهو یک مشکی خالی یه دست میشن یعنی هیچ عمقی پیدا نمیکنن یا سیاهن یا سفیدن در اصل عمق کارتون رو شما کم میارید هر عدد رو بالاتر ببرید در عوض کیفیت کارتون بهتر میشه اما مشکل دیگه چیه گفتیم تایم رندرتون افزایش پیدا میکنه خود ونتیج برای شما میاد یه سری ساده سازی انجام میده یا اگه میخواین کلا کیفیت رفلکتهای های جی آی از رو حالت کویک داره آف و سری رو حالت آف که بذاریم خب این بونس ها رو حساب میکنه و دیگه اون جی های شما رو با... یعنی علاوه بر اینکه با بونس ها میتونید کنترلش بکنید میگه اینجا من با هوش مصنوعی که داره ونتج میگه که آقا من میتونم این رفلک های جایی تو یه مقدار سریعتر محاسبه بکنم حالا به صورت تکنیکالی من نمیدونم این کارو چجوری انجام میده به هوش و کیفیت خود نرم افزار برمیگرده اما سه تا حالت رو برای شما گذاشته اینو یعنی حالت کویی که که خب طبعا مشخصه به شما کمک میکنه که رندرتون سریعتر انجام بشه یه یعنی حالت فول حالت فول وقتی بذارید دیگه کیفیت رندرتون خیلی بالا تعمیره خودش نوشته زده اگه رو حالت فول بذارید باعث میشه که کیفیت رفلکت های جایتون دقیقاً به حد ویری برسه خب اما ما رو حالت کویک میذاریم که باید میکنه باز هم و بعد با بونس کنترل میکنیم لایت کش لایت کش بعد شما من تو آموزش های به طور دقیق توضیح دادم لایت کش یک منطقه برای محاسبه جی آی میگه آقا شما میخواید الان با سیستم لایت کش این محاسبات انجام بدی یا نه رو حالت لایت کش هم بذارید تیکش زده بشه خیلی خوبه یه بخش متریال داریم بچه ها میگه آقا متریال هایی که داری شما توی صحنه استفاده میکنی رفلکت داشته باشن یا نداشته باشن همین متریال فلزی من ببینید رفلکتش رو میدارم. میبینید که محاسبات نور و جی آی براش انجام نمیشه کلا سفید به نظر میاد کات چیه کات هم بچه‌ها یه سری متریال ما داشتیم که به حالت کاتینگ بودن اینا متریال هایی که مقدار نور از خودشون عبور میدن مثلا آباژور اگه دیده باشید یه همچین متریال داره یا پرده میگه آقا شما میخوای برای اونها اون حالت کاتینگ بودنشون حفظ بشه یا نشه اینیبل باشه یا نه که میتونی تنظیم بکنی حالا تو این صحنه من همچی متریالی ندارم بعد از شما میخواد که آقا برای رفلکشن های متریال هم میتونی جدا جی آی رو تنظیم بکنی آقا این متریال غیر از محیط که خودش یه جی آی داره و نور توش باستا پیدا میکنه میتونی تعیین بکنی که متریال هایی هم که تو صحنه داری اگه متریال های به خصوصی هستن اونام تعداد منس هاشون افزایش پیدا بکنه جی آیشون قوی تر بشه رفرکشن هم که میدونی بچه عبور نور میشه دوباره برای عبور نور هم شما میتونید تعیین تکلیف بکنید که چه مقدار از نورها در از, رف... از صفحات مثلا اگه رفرکشن رو من خاموش بکنم نوری که بیرون از پنجره دارم مثلا داخل نمیاد چون متریال شیشه من یک رفرکشنی داره دیگه اون نور از خودش عبور نمیده اما وقتی روشنش کنیم نور رو عبور میده میگم تنظیمات پیش فرض کماکان خیلی خوبه از همین تنظیمات استفاده بکنید تکسچر هم که شیدینگ گراف باز دوباره یه منطقه که باهاش میتونه ببینید من شیدینگ گرافو که خاموش میکنم چه اتفاقی میفته بچه ببین یادتون باشه متریال دیوال رو من توی جلسه اول چجوری ساختم جلسه قبل از شروع آموزش ونتیج یه متریال ویری بود یعنی در یک مپ ویری بود که رندوم میکرد اگه شما این شیدینگ گراف رو خاموش کنی میبینید که توی متریال تکرار به وجود میاد و دیگه از اون آپشن نمیتونه استفاده بکنه پنجره باز اوورلی هم هست که من ازش توال نکردم اینا تنظیمات بیسیکه تنظیم با همین تنظیمات بیسیک شما میتونید کیفیت رندرتون رو قوی تر یا ضعیف بکنید البته ضعیف تر که میگم در از با توجه به سیستمتونه طبعا وقتی سیستمتون خیلی قوی نباشه به مشکل برمیخورید بعد مثلا تعداد مثلا نویسرشلتون رو بالا ببرید نکته دیگه بچه در رابطه با تب ادوانس همه اون تنظیمات رو حالا این بار شما به صورت ادوانس و جزئی تر هم میتونید تعیین تکلیف بکنید مثلا ری ترمینیشن هر کدوم اینا بچا یه آپشنی داره که من یه سری از اینا رو اصلا خودم بلد نیستم تا الان استفاده نکردم یعنی هر جا خواستم که کیفیت سایه هام رو بالاتر ببرم فقط از همون جی استفاده کردم یا وقتی خواستم نویز و استفاده بکنم فقط با همین عدد کار کردم اما میگه اگه شما حرفه ای تری جزئیات بیشتری رو بلدی یا میخوای جزئیات رو به صورت دقیقتری کنترل بکنی میتونی از این تب استفاده بکنی مثلا تو تب متریال شما علاوه بر رفلکشن و رفرکشن که توی بخش بیسیک کم بودن میتونی تعداد بونس های بامپ و نورمال مپ رو هم تعیین بکنی تعداد بونس نیست اینجا شدته مثلا نورمال مپ رو من الان بذارم روی 10 برجستگی ها و عمق کار خیلی بیشتر دیده میشه البته ما میدونیم که کلا نورمال مپ رو نباید خیلی ازش استفاده بکنیم چون کارو تصنعی می‌کنه. نورمال مپ هم همینطور پس چی شد همه اون تنظیماتی که قبلا داری رو اینجا یه سری کنترلر های بیشتر به شما میده باز میگم از اونجا که به نظر من با همونا میشه کار کرد من خودم خیلی از اینا رو اصلا یاد نگرفتم تو آپدیت آخر و هم اضافه شده و خیلی هم کاربردی نیست برای ما توی معماری کاربردی که ما ازش میخوایم تو ادامه بچه‌ها میخوام چه رو بهتون معرفی کنم اون بالای صفحه است بالای صفحه اون بخشی که ما داریم ساده است بخش اول سلکت که میگه آقا شما برای سلیکشن شورتکات کیو رو داری وقتی کیو رو بزنم من میرم توی حالت سلیکشن میتونم لایت ها یا متریال ها رو انتخاب کنم یا آبجکت هایی که دارم یه سلیکشن گروپ هم داریم بچه ها مثلا فرض کنید شما یه آبجکت رو از تو تیدی مکس میارید یه آبجکت آماده رو مثلا از آلک مودل دانلود کردی یه میزه که روش سری دفتر و وسایله وقتی تو ونتج میخوای موف کنی مثلا وقتی میز رو انتخاب میکنی فقط مثلا رو دفتر روی میز رو انتخاب بکنی موو بزنی فقط دفتره رو جابجا میکنه اما شما میگی آقا تو تریدی مکس اون برای من یه مدل بوده اگه میخوای کل مدل و اون میز و پکیجش رو با هم جابجا بکنی بعد بری تو بخش سلکشن گروپ وقتی اینجا میای ببینید یه تبی داریم روش راست کلیک کنید بچه ها سلیک گروپ سلیک گروپ که بزنین اگه یه سری از آبژیکت هاتون با همدیگه گروب گروپ شده باشن کل اون آبجکت ها با همدیگه برای شما سلیکت میشن پنجره بعدی روتیت که شورت بچه بچا چیه شورت اینه ای ای عین محیط یعنی 3 دی مکس موو ای روتیت آر هم اسکی پیوت بچا شما میتونید پیوت یک آبجکت رو عوض کنید توی محیط همین محیط ونتیش این جزء دسترسی هایی که همینجا دارید اسنپ که میتونید برای جابجا کردن یک مدلی که دارین از اسنپ استفاده بکنید شورتکاتش باز مثل محیط 3 دی اس بعدی ورد اسپیس کاری که انجام میده مکان یک جسم نسبت به موقعیت جهانی رو مثلا میتونید ببینید مختصاتش میگه آقا وقتی شما میخوای یه آبجکت رو جابجا بکنی منطق جابجا کردن همون نکته که تو تیدی مکس هم داشتیم بر اساس ورد اسپیس باشه چپ و راست رفتنه یا نه بر اساس لوکال خود آبجکت باشه یعنی x y و z بر مبنای لوکال اون آبجکت باشه مثلا یا آبجکتی که روت روتیت شده یا نه بر اساس منطقه جهانیش باشه باز اینم تو آموزش های تیدی مکس داشتیم خیلی اینا کاربردی نیست فقط دارم به تو معرفی میکنم بچه بعدی کازمس بروزره که اگه ما حالا تو تو ایران هستیم بعد این کازمس بروزر رو جدا دانلود بکنیم بعد من تا ازش استفاده نکردم یه سری مج... آبجکت ها و متریال ها رو خودش داره که میتونید از توی اونجا اد بکنید من الان خب کلا کازمس بروسر رو استفاده نمی کنه. بعدیش که بچا خیلی به درد میخوره تو آپشن های جدید اضافه شده یه دونه کلاس اس... اسکتره این باز میتونید توی تریدی مکس ازش استفاده بکنید تو ونتیج هم میشه برای اسکتر کردن آبجکت مثلا شما یه درخت یه درخت رو توی محیطتون پخش بکنید باز چون من خودم همیشه از فارس پک استفاده کردم برای اسکتر کردن یعنی به اصطلاح پراکنده کردن محیط هم. مثلا من درخت دارم این درخت رو میخوام توی محیط حیاتم پخش بکنم نمیخوام دونه دونه بیام درخت ها رو توی محیطم بچینم به این فرآیند میگن اسکتر کردن به علاوه که این اسکتر رندومه مثلا درخت کوچیک و بزرگ میشن روتیت میشن برای اینکه تکراری به نظر نیان توی رنده میتونین از این استفاده کنید ولی من خودم از فارس استفاده میکنم حتی کیوس اسکاتر تازه اومده من کار نکردم که ببینم چقدر قویه یه آپشن به درد بخوری که توی نسخه جدید اضافه شده و توی جلسه اول من بهتون گفتم ونتیج نداره اما تو آپدیتی که الان داده تو ونتیج نسخه دو که اگه بگیرید این آپشن هست اضافه کردن لایت ما قبلا اگه می‌خواستیم لایت به محیطمون اضافه کنیم بعد می‌رفتیم تو همون 3D Max یه بار دیگه لایت می‌ساختیم لایت‌ها رو یه بار دیگه اکسپورت می‌گرفتیم اضافه می‌کردیم یه آپشن خوبی که داره اینه که شما دیگه لایت رو تو ونتیج می‌تونید بچه‌ها همینجا اضافه کنی. کنید لایت من هر جا بخوام میتونم بذارم یه لایت الان مستطیلی گذاشتم میبینی جهتش میشه تنظیم کرد این الان لایت مستطیلی روتیشنش اندازش میشه تنظیم کرد این خیلی به در بخوره بچه میتونه روالت اسفیر باشه میبینید خیلی این واقعا به درد بخوره چون قبلا میگم من قبلا عذاب کشیدم سر اینکه مثلا یه دونه از چراغا ما مثلا لایتش رو نذاشتم بعد میرفتم از اول توی تی دی مش میساختم اکسپورت میکردم الان دیگه لایت ها رو تو خود ونتیج میتونید اضافه بکنید همه لایت هایی هم که ما اونجا داریم رو اینجا هم داریم میبینید اینم لایت می میبینید خیلی آپشنش به درد بخوره و میتونید یک کمرای جدید ایجاد بکنید کمرا رو گفتیم بچه هم از اینجا میتونید ایجاد بکنید اگه میخوایید اینو جدید بسازید هم از این بالا میتونید اضافه بکنید پنجره بعدی هم که به شما گفتم اینجا براتون گرید میندازه اگه خواستین اینجا کار رفلکشن رو برای شما و اوتو اکسپوژر رو برای شما روشن میکنه یعنی میگه اکسپوژر این صحنه نظر من باید چی باشه خب میبینید این به سناریوی ما رد نداره صحنه رو خیلی روشن کرد ولی میتونید از اتو اکسپوژر استفاده بکنید و این هم پیک فوکوسه که تو تنظیماتی که برای دوربین گفتم خدمتتون اشاره کردم این هم اکسپوژر صحنه است که به صورت دستی میتونیم کم و زیاد بکنیم آپشن بعدی نویگیشن باز نویگیشن هم بچا کاری که انجام میده چیه نویگیشن هم ما میتونیم ازش استفاده بکنیم مثلا میتونیم رو حالت واک تروف بزنیم به این واک تروف که میذاره این گیم میشه من با مثل لومیون میشه دبلیو مثلا ای دی اس میتونم باش عقب و جلو بالا و پایین برم این اتفاقی که توی لومیون داشتیم با دبلیو کیو میتونیم برفتیم با موس هم هر چقدر من جابجا بکنم جهتشو جا یعنی این یه آدمم که دارم توی محیط جابجا جا میشم دوباره میتونید اینجا اسکیپو بزنید و از این حالت خارج بشید این وایت تروف کی جذاب میشه بچه‌ها من فکر می‌کنم تو نسخه بعدی ونتیج احتمالا اضافه میشه اینکه ما بتونیم یه عینک وی آر بزنی و بعد که با عینک وی آر کار کردیم بتونیم با کنترلرها توی محیط جابجا بشیم این به ارائه وی آر کار خیلی کمک میکنه توی این نسخه ها نیست احتمالا تو نسخه بعدی قراره اضافه بشه نویگیشن ما میتونه با عدد باشه میتونه با موس باشه میتونی بچه سرعت حرکت موس رو تعیین بکنی من توی این محیط الان دارم حرکت میکنم ممکنه سرعت انقل... انتقال تصویرم کم و زیاد باشه با موس وقتی چپ و راست میکنم میتونید اینجا توی تنظیم سرعت موس رو افزایش بدید آپشن های دیگه هم برای جابجایی داره مثلا شما بیاد با آی هایت ارتفاعتون رو تنظیم بکنید یعنی یه نقطه وایسید و بعد بالا و پایین ولی دوربینو ولی رایشترینش واک که حالا اینجا اسمش فری و همین کاری که ما با موس انجام میدیم اینجا با جای به نظر منم منطقی تر پنجره آخرم که گفتیم بچا برای شما مپ اوپاسیتی رو روشن خاموش میکنه معمولا وقتی ما درختان رو میاریم درخت و یعنی بچه ها مپ اوپاسیتی داره یعنی مثلا برگه در از آبجکتش و مدلش یه دونه صفحه مستطیلیه منتها توی نرم توی معمولا آبجکت آماده هایی که این یه مپ اپاسیتی داره که تا وقتی مپ اپاسیتی رو ما کلیک نکنیم اونو داریم اینه یک مستطیل میبینیم فکر میکنم تو خود این آبجکت های منم اینجا باشه ببینید بچه ها این میبینید یه گوشه ای داره این برگه این در از اضافه شه من باید مپ اپاسیتی رو کلیک بکنم تا نگاه کنید این اضافهش محو بشه خب در اصل اون یه آبجکت حدودا مستطیلی بوده بعد با این مپ اوپاسیتی میتونه این بیاد ای و بره این مپ اوپاسیتی رو باز میکنیم این مپ هم بچه‌ها ببینید روشن و خاموشش که میکنید نویز تصویر رو کم و زیاد میکنه خودش اسمش نشه دی نویزه پنجره بعدی اینه که کالر کارکشن میکنه صحنه شما رو تا یه حدی خودش سعی رنگ ها رو بهتر و قوی‌تر بکنه پنجره اولا که گفتیم رندر رو پاز میکنه و میتونی فعالش بکنید پنجره آخر چیکار میکنه بچه ها میگه آقا من یه تنظیماتی دارم اینجا تنظیمات صحنه من الان از اونجا که تصویرم گفت کلا رزولوشن رزولوشنشو گذاشتم روی 540 این بغل هم و توی محیط کاریم دارم تصویرمو 540 میبینم این میگه آقا اگه میخوای تو مثلا اینو بذار رو یا روی 900 همین الان یه مقدار فشار میاد به سیستما خب ولی میگه اگه میخوای بذار رو 900 بعد اگه میخوای توی محیط کاریت یه وقتی فشار میاد به سیستم میخوای کمش بکنی از این بغل نه یا رزولوشن رو کاهش بده یعنی اینجا رزولوشن رو مثلا بزار رو 900 بیا از اینجا کمش کن مثلا میگه آقا این کمرایی که دارم فولش من الان میگم آقا اینو 25 درصد برا من رندر بگی میبینی کیفیت کارم یک چهارم میشه یا 50 درصد خب میبینید یا مثلا حتی اسپیک ریتیو مثلا تصویر من یک در که الان رو هر لنزی که میرم نا کنید بلا فاصله برای من عوض میشه اینجا میتونم تعیین بکنم که آقا این ویوپورت رو برای من اسپیک ریتیو شو رعایت بکن یا نکنم مثلا تو این بعدی که میرم تغییرش بده یا نده اینم به نظر من من رو هم کارنت کم رزولوشن میذارم اینجا رزولوشن رو مثلا میکنم 540 بعد با اون رزولوشن 540 شروع میکنم جابجا جا شدن آپشنی که این پایین داریم چیه بچه‌ها کوالیتی و کلا رندر کوالیتی چی باشه در اصل وقتی بعد من رندر کوالیتی رو کاهش میدم چجوری این کاهش پیدا میکنه با استفاده از همون پنجره هایی که ما قبلا گفتیم یعنی میاد رندر ستینگ منو جایش رو کاهش میده یا افزایش میده اما به جای اینکه من درگیر این تنظیمات بشم میاد میگه آقا اینجا برای من فقط یه پارامتر رو تعریف کن به من بگو آقا کیفیت رندر البته الان باز داریم راجع به محیط کاریمون صحبت میکنیم نه رندر آخرم کیفیت رندر تو چه سطحی باشه هر چقدر این سطح رو بالاتر ببری کیفیت رندر تو محیط پریویو بیشتر میشه اینم رو حالت کاستوم به نظر من خوبه بذارید دست نخورده باقی بمونه این چند تا تب کنار رو بعد شما بهتون گفتم تب بالا هم گفتم آپشن دیگه هم که داشتیم بچه این پین کردن بود دیگه مثلا من روی محیطی خارج کلیک بکنم این مح... مثلا این تب من بالا میمونه اما دستاری که اینو بزنم نا مثلا میخوام برم توی محیط دیگه توی محیط ویندوزم این پین شده بالا هست اینم به ما خیلی کمک میکنه گفتم توی محیط های کاری مدر سازیمون معمولا اما کلا بچا من نسبت به آخر جلسه قبل اینجا یه سری تغییرات دادم یعنی وقتی محیط کارمون شروع کردیم من سری چیزها رو عوض کرده بودم ببینید من کلا سانلایت رو از ببینید الان من وقتی میخوام ببینم که تنظیمات نوریم تو همین محیط داخل چجوریه نور محیط رو اصلا سالید کالر میذارم خب یا سالید کالر هم الان قرمزه میذارم روی تکچر الان که مثلا تکچرم نداری رام هم رو, یا روی همون سالید کالر مشکی میذارم من میخوام ببینم تنظیمات نوری مثلا تو صحنه چطوریه یه بار نور بیرون رو خاموش میکنم ببینم اقا نور پردازی داخلیم خوب هست یا نه بعد میتونم بیام نور خارجیمو رو حالت فیزیکال اسکای بذارم به محض اینکه بذارم کل صحنه من روشن‌تر میشه چرا چون از بیرونم یه, م... یه نوری داره وارد میشه میتونم شدت نورم هم اینجا افزایش بدم یا کاهش بدم کاهش که بدم کل انگار شبه و هیچ نوری از بیرون نمیاد کلاود رو توی جلسه پیش بعد بهتون گفتم سانلایت هم بهتون معرفی کردم بکگراند ما هم بچه‌ها کنید الان همون فیزیکال اسکای که داریم اینجا میتونید تعیین بکنیم که آقا یه دونه ایمیج باشه مثلا من عکس اچ اشتیارایی بهش معرفی بکنم خب اما سیم از انوایرمنت وقتی هست یعنی وقتی شما انوایرمنت بر اساس فیزیکال اسکای من بکگراندم تصویر تو بر همون اساس نشون بهت میدم خب مطلبی که بچه میخواستم تو این جلسه بهتون بگم تموم میشه من تو جلسه بعدی بهتون اینیبل فاگ رو میگم و اینکه فاگ چه تاثیری میذاره رو روی رندرتون و میتونه چقدر رندرتون رو طبیعی تر بکنه به پنجره و تب بعدی هم پشت سر همون میرسیم مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید بچه‌ها امیدوارم مطالبی که عرض کردم جذاب بوده باشه اگه اینطوری بود لطف کنید ویدیو رو لایک کنید کانالمون هم سابسکرایب بکنید توی ویدیو بعدی میخوایم به افکت ها و تپ های بعدی ونتج بپردازیم حتما آموزش رو دنبال بکنید هر جایی هم که من نامفهوم گفتم یا فکر کردین کافی نیست و نیازمند جزئیات بیشتریه حتما کامنت بذارید من تلاش می‌کنم توی ویدیوهای بعدی تکمیلش بکنم مرسی از اینکه وقت گذاشتید خدا